درست بیسیم اما بریم با همدیگه از نامه ابرانیان دو چهارده و پونزه تفسیرش لطفا بخونید ممنون میشم که واقعا ببینیم که کلام خداوند نسبت به آن چرا که به عنوان این که میخواد ما رو آگاه کنه از خدا یا از اینکه عیسی مسیح چرا اومد روی زمین چگونه میگه فراموش نکنین قبل از اینکه شما بخونید میخوام اعلام کنم عزیزان همان گونه که یک سراب به ما یک نگاه اشتباه رو میده که از این نگاه اشتباه واژه به نام سراب تولید میشه ایجاد میشه به ما حس اشتباه رو میده و ما رو مجبور میکنه در مسیر سراب عمل کنیم و حرکت بکنیم که دروغ هستش یک تصویر اشتباه از زندگی از تولد مسیح زندگی ما را به سمت سراب میبره هوشیار باشیم کلام خدا میگه مسیح خداونده کلام خدا میگه او پسر خداست آمین. اگر ما غیر از این باور دیگه ای داشته باشیم این سرابه این تصویر اشتباس و چون تصویر اشتباه متاسفانه به زندگی ما آسیب میزنه چون که اون پیغمبر نیست چه پیغ... پیامی برای ما آورد ایسای مسیح تمام پیام ها داده شده بود بهترین پیام عیسی مسیح این بود که خدا بر روی زمین آمد روی زمین. که خدا آمد تو رو محبت کنه خدا عاشق تو هستش محبت. دیگه به دنبال های خوب مثل برفرز ابراهیم و موسی نرفت که بگه یک پیغامی رو بده این بار خودش بر روی زمین آمد فقط این ایمان ما به ما امید و این اقتدار رو میده که ما در اعمال محبت نیز بتوانیم قدم برداریم و نتیجه مطلوب رو بگیریم عمید. پس نقشه و اون تصویر زندگیت رو باید اجازه بدی مطابق کلام خدا باشه شما میتونید با نویگیشن به یک هدف برید با سوار ماشین بشی با نویگیشن برید و میتونید با مپ با نقشه برید مسلما نویگیشن به تو بیشتر کمک خواهد کرد عیسی مسیح به ما نویگیشن رو به توسط روح القدس میده انبیا به ما مپ رو دادن نقشه رو دادن 613 تا قانون رو باید تو رعایت کنی حالا میگی من که یهودی نیستم که مسلمان هستی خب تو باید شریعت اسلام رو کاملا رعایت کنی از حجابت گرفته بانوی با محترم ایرانی که مسلمان هستی تا مردی که مسلمان هستی باید مواظب باشی طرز لباس پوشیدن تو سخن گفتن تو نماز خوندن تو همه و همه باید با خانواده بعد نه از نظر اسلام دارم میگم باید اسلامی باشه از نظر اسلامی هم شما البته مجوز دارید که چهار تا زنم بگیرید این برای مسلمان خوش شده برای مردا البته خوشبهال نیست این بدبختیه این گرفتاریه این رنجه ولی متاسفانه چون از زمینه نفس انسانی میاد گاهی این تصور نیست جلو میره که تو افکار ما که این خوبه بس مردا اونجا برای همین تو اسلام مرد سالاری هستش ما در مسیحیت مرد سالاری نداریم امکان داره که افرادی مسیحی زاده هستند و عدم آگاهی باعث شده که تبعیض بین زن و مرد باشه چنین چیزی هست و در طول تاریخ هم بوده اما چنین چیزی نیست که کلام خدا این رو به ما بیاموزه کلام خداوند میگه بین زن و مرد هیچ فرقی نیستش پس اگر ما به توسط اون نویگیشن روح القدس بنابشیم میتونیم انصاف و عدالت داشته باشیم میتونیم رابطه عاشقانه با خدا با خودمون با خانواده با خلق خدا داشته باشیم و مسیح برای این اومد عیسی مسیح برای صلح آمد عیسی مسیح پیغمبر نبود که بیاد امر معروف و نهی از منکر کنه امروز نقشه و تصویر زندگی تو اگر میخوای کامل باشه نویگیشن خدا رو تو دستت دگی که روح القدس هست در غیر این صورت باید مرید انسان ها و پیغمبرهایی باشی که مردند درست روحشون نزد خداست اما مردن ولی عیسی مسیح خداوند زنده هست او رو امتحان کن و بچش بشنویم از عبرانیان دو از... 14 از آنجا که این فرزندان خدا انسان ه... فرزند خدا انسان هست و دارای گوشت و خون میباشد او اون بله؟ گوشت و خون شده منظور ایسای مسیحه ایسای مسیح, مسیح میگه جسم انسانی برتن کرد یعنی خدا جسم انسانی برتن کرد بله و به شکل انسان در آمدی را فقط با انسان شدن می توانست جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد و با مرگ خود قدرت شیطان را نابود سازد شیطانی آمین. که صاحب اختیار مرگ بود بله پس بنابراین خیلی ممنون کلام خداوند به سریان داره به ما این رو اعلام میکنه که عیسی مسیح کسی نبود که به عنوان یک پیغمبر بر روی زمین آمده باشه یا متولد شده باشه شما نگاه کنید تولد او بی هست شما ببینید سخنان او بی نظیره کارهایی رو که کرده بی هست و کارهایی هستش که فقط خدا میتونه انجام بده شما ببینید ما هرگز اینجا نمیگیم ما دعا میکنیم ما هستیم شما رو شفا میدیم هرگز ها شا به قولی بود میگم ما پای مورچه نمیتونیم شفا, نمیتونیم شفا, شفا بدیم, شفا شفا بدیم. <laughs> و الان سرما خوردم خب برای خودم هم دعا کردم اما ولی دیروز دا... بدتر از این بود برای رسول الله خیلی حالش بد بود <applause> فقط میگه مونا جان دعا کن که بهتر شم. گفتم نه. ایمان دارم که فردا اومدی برنامه <applause> ولی اصل موضوعی که کلام خداوند اعلام میکنه در پیدایش یک بیست و شیش من این آیات دوست دارم همیشه میگم میگه خدا انسان رو شکل خودش آفرید پس هدف خلقت هدف مقدس و خوبی بودش حتی در مزمور 8 6 کلام خداوند میگوید خدا یا انسان را اشرف مخلوقات نهادی و اختیار همه چیز را به او سپردی اه اگر چنین چیزی هست پس چرا ما امروز در محاصره ترس ها هستیم چرا امروز ما در محاصره غمها هستیم چرا ما امروز در محاصره تمام ضعف ها و بیمهر و محبتی ها هستیم سلیمان اینگونه اینو جواب میده سلیمان در کتاب جامع 829 نیز اعلام میکنه بالاخره به این نتیجه رسیدم که خدا انسان را خوب و راست آفرید اما آنها به راه کج رفتن یعنی خود انسان بود که متاسفانه توی جایگاه بد خودش رو قرار چون خدا انسان رو آزاد آفرید انسان غریزه نداره همون گونه که همه ما میدانیم انسان کشش داره از این رو هستش که انسان باید بیاموزد و کلام خداوند به ما چند هزار سال داده شده تا ما بیاموزیم اگر کلامی نبود و اگر در طول تاریخ تحولات و اتفاقای پیش نمی اومد که من می اینجا پشت این تلویزیون می گفتم خدا وجود داره خدا عشق عیسی مسیح عشق و محبت است بر روی زمین ما شما می به راحتی بگید که بابا این چی داره میگه از خودش نه دا تاریخی میده. داریم بله نه تاریخی داریم نه سندی داریم ولی ما بیش از سی هزار سند اصلی داریم از کلام خدا بم. بیش از 300 ست بار در عهد عتیق سی و نه کتاب اعلام شده که عیسی مسیح میاد خدا بر روی زمین میاد به نام امانوئیل میاد یعنی خدا با ماست, با ما حالا باز بپردازیم به اینکه چرا باستن... انسان گرفتار شد بازم آیه... بله آیه میگه تنها از این راه بود که میتوانست آنان را که در تمام عمرشان در وحشت مرگ سپر به سر میبردن و اسیر ترس بودن رهایی بخش. هاللویا یعنی عیسی مسیح برای آزادی ما اومد تا در اسارت نباشیم تا در غم نباشیم تا در ضعف نباشیم چون اصلا جز برنامه و پروگرام خدا نبود هموطن عزیزم که امروز صدای قمت نالت از ضعف جسمانیت از رابطه ای که میبینی خوب نیست بین تو و همسرت بین تو و فرزندانت از اینکه چرا آواره تو یه کشوری اومدی که زبانش خوب بلد نیستی قوانین رو خوب نمیدونی و اومدی اینجا دور از خانواده دلت پر از درده میگی امروز فردا رژیم عوض میشه او آقای اوباما رژیم و عوض میکنه آقا یه رئیس جمهور دیگه میاد عوض می مره مره هیچ کس نمیتونه کاری کنه خدا اجازه داده امروز من و تو هموطن عزیزم آزاد بشیم تا زمانی که ما آزاد نشیم از خرافات از دروغ از مذهب دروغین مطمئن باشید مملکت ما آزاد نمیشه اصلا آزادم بشه به چه دردی میخوره وقتی که من آزاد نیستم دوباره مملکت من به اسارت خواهد رفت زمانی که من از غرورم آزاد بشم زمانی که من به عنوان یه شخص سیاسی از منیتم آزاد بشم یه شخص سیاسی در هر پست و مقامی که میخواد باشه اگر در گناه بسیاری هست اگر در غرور هست اگر چشمش نمیتونه ببینه هم ردیفاش که دارن مبارزه میکنن به اونها مو میزنه و مارک های دروغین میزنه و شایع پراکنی میکنه بر علیه مبارزین اگر یک شخص حتی خدا دوست بر علیه شخص خدا دوست دیگه غیبت میکنه هنوز ما این اسارت ها رو داریم اگر هنوز ما نمیتونیم توی کشوری بیگانه با هم متحد بشیم یعنی ما هنوز آزاد نشدیم بپذیر که درد ما کجاست به عنوان یک شخص ایرانی هرچند در بین همه ملیت ها بدون اینکه ما بخوایم واقعا خود ستاری کنیم یکی از بهترین ملت ها هستیم این رو تاریخ ثابت کرده این رو کشورهای مهاجر پذیر ثابت کردن که ایرانی ها واقعا سربلند بودن حتما توشون اشتباهاتی بوده حتما توشون افراد خلافکاری هم بودن اما واقعا ایرانی ها سربلند هستن اما چیزی که هست هموطن عزیزم ما باید از خرافات آزاد بشیم میدونم شاید الانم که تو کشور آمریکا هستی روزی چند بار سرت روی پیشونی مهر میز تو میذاری روی پیشونیت و نماز میخونی و به سمت دنبال قبله میگردی قبله ما عشق محبته که خدا میخواد در وجود تو قرار بگیره اجازه نده امسال دوباره سالی باشه که تموم کشاد بگیم نفهمیدیم چه کار کنیم فقط یه پولی رو شاید زیاد کردیم صاحب فرزندی شدیم شاید یه خونه خریدیم اما اصلیه رو باز هنوز نداریم یعنی خدا رو هنوز نشناختیم آن چیز و آن موجودیتی الهی و آسمانی که ما را آفریده تا شکل اون بشیم ما اون رو نشناختیم پس زمانی که من مسیح رو یک پیغمبر میدونم یک اندیشمن میدونم این رو بدونم من تصویر درست از زندگیم ندارم اگر عیسی مسیح خداوند من باشه با هدایت کلام خدا با هدت روح القدس یک تصویر درست دارم من نویگیشن رو دارم با نویگیشن روح القدس راهنمایی خواهم شد آمی. داود پادشاهی زینگونه میگه نسبت به آنچه را که من گفتم چرا هنوز ما در محاصره ترسا و قمها و زعفا هستیم در مزمور 9-15 اعلام میکنه امتها به چاهی که کنده بودند خود افتادن امتها ما یکی از امت ها هستیم ما از ملت ها هستیم سی و پنج سال پیش دو دو تا چهار تا اقلیتی بودند در بین ما هرچند فعال فعالیتشون خیلی زیاد بود که خدا رو باور نداشتن و اسلام رو باور نداشتن یعنی هیچ دینی نداشتن بله هیچ دینی نداشتن حالا تحت پوشش احزاب برفرز کمونیستی نیز اینها فعالیت میکنن ولی خب من به دلشون ایمان دارم که اونها دلای خوبی چون مم. کسی که دلش برای خلق خدا میسوزه این رو باید بپذیریم انسانی آزاد هستش مم. اما باز آگاهی رو متاسفانه نداشتم آنان در جمع بسیاری از ما ایرانی ها خودمونم به عنوان قبل درست خیلی از عیزان بودن که به هر دلیلی مخالفت کردن با این توتعه جهانی من انقلاب بش میگم این توتعه جهانی مخالفت کردن اما اتفاقی که افتاد اکثرا به نام دین اسلام و به نام خدا این توتر رو متاسفانه دستمون آلوده به این توتر کردیم خب به خودمون بیاییم چرا این اتفاق افتاد هنوز اومدیم اینجا سی سال تو آمریکایی میگیم آشرا ها تاسو که ما بریم نگاه کنیم بریم شام بخوریم بریم بزنیم تو سر کلای خودمون آخه هموطن عزیزم تو با این اندیشت هرگز نمیذاری اجازه نمیدی ایران آزاد بشه اندیشه آزاد ما زمانی است که خدای عشق رو بشناسیم خدای محبت رو بشناسیم و اون زمان هست مملکت تو آزاد خواهد شد در غیر این صورت از نست من و شما که گذشت بچه های ما دیگه در اینجا خواهند بود کم کم شاید به فکر ایرانم نباشند چرا؟ چون اجازه ندادیم چون هنوز ما از توی واجه هامون از واجه های استفاده مثل ماشالله، ایشالله، آشوراست، تاسوراست، و اجازه نمیدیم اندیشه ای آزاد وارد ما بشه از الله از این حرفا نزنید خب همین هم ما رو اسیر کرده ما باید آزاد بشیم از خرافات از دین و مذهب دروغی داود پادشاه این گونه میگه امت به چای که کنده بودند نگاه کنیم به 35 سال پیش خودمون خود افتادند و در دامی که نهفت، نهفته بودند پای ایشان گرفتار شد من سلطنت طلب نیستم از نظر جعب زمینی سلطنت طلب هستم مسیح پادشاه زندگی پادشای من هست صحیح. و پادشاه زندگی همه ایمانداران هستش اما آنچه را که دارم اعلام میکنم صحبت از این نمی کنم که رژیم گذشته بهتر بودش فلان حتما بهتر بود اینا همه ما میدانیم حتما بهتر بودش همه نظام ها هم اشتباهاتی دارن اما اتفاقی که افتاد ما مردم باعث شدیم درست توتعه بود اما ما به این از روی عدم آگاهیمون اجازه دادیم از این به بعد چرا اجازه میدین یه چنین اتفاقی بیفته؟